زندگی مارینا آبراموویچ، هنرمند 64 ساله سرب و از پیشگامان هنر اجرا، هم اکنون بر روی صحنه تئاتر رئال در مادرید است. کارگردان این اپرا روبرت ویلسون، هنرمند پیشروی آمریکایی است. شاخص‌های برجسته در اجراهای آبراموویچ شامل رابطه میان هنرمند به عنوان مجری و مخاطب، طاقت بدنی و مفاهیم ذهنی است. ویلیام دفو، هنرپیشه آمریکایی، نقش اولای، هنرمند آلمانی و شریک زندگی آبراموویچ در سالهای 80 میلادی را ایفا می‌کند. بعضی وقتا یک عنصر احساسی هستم و بعضی وقتا یک عنصر اطلاعاتی. برخی اوقات بر روی صحنه هستم و بعد آنچه روی صحنه اتفاق میافتد را شرح میدم. گاهی اوقات هم یک عنصر موسیقی هستم. این تغییر نقش ها برایم واقعا لذت بخش بود. این هم گروه خالق این اپرا: ویلیام دفو، مارینا آبراموویچ، باب ویلسون و آنتونی هگارتی، خواننده آمریکایی. اکثر هنرمندان از اجرای مرگ بر روی صحنه می پرهیزند، ولی آبراموویچ از باب ویلسون درخواست کرد تا مرگ او را بر روی صحنه اجرا کند. فکر می‌کنم مرگ در فرهنگ‌های شرقی بخشی از زندگی است و اگر واقعاً بفهمیم که در هر ثانیه ممکن است بمیریم و آن را در زندگی روزمره به خاطر داشته باشیم، از زندگی لذت بیشتری می‌بریم. مارینا آبراموویچ در تمام طول زندگی هنری خود با محدودیت‌ها مبارزه کرد. جدای آبراموویچ با اولای پس از 12 سال زندگی مشترک نیز یک اثر هنری بود. در سال 1988 در یک اجرا موسوم به عاشق‌ها قدم زدن روی دیوار چین که 90 روز به طول انجامید، آبراموویچ از انتهای سمت شرقی دیوار چین و اولای از سمت غربی دیوار به قصد ملاقات یکدیگر به سوی مرکز دیوار به راه افتادند و در زمانی که به یکدیگر رسیدند از هم برای همیشه جدا شدند. Bye bye extremes. Bye bye purity.